Perfeito. ببینید، نرم افزار مطلب رو که نصب کردیم، ما واسه به دست آوردن، بریم اول این اسلاید ها رو ببینیم. چپتر چند بود؟ اوکومارا 4 بود. توی اوکومارا، ببینید، توی مدل اوکومارا از ما خواسته شده بود که چی؟ گفته بود واسه فرکانس 150 تا 1920 فاصله 1 تا 100 کیلومتری آنتناهای تسی تا 1000 متری و کوازی اسموث، یعنی اربن یا ساب اربن باشه، یعنی توی منطقه شهری یا غیر شهری. خب ببینم چی گفتین. باز کردم و چرا الان یه چک بکنی، الان تحویل به تعویض به مرحله تحویل اومدیم. چرا اینجا این دیگه؟ الان ببینید دارین یه رفرش بکنید ببینید، فکر میکنم الان اوکی باشه. خب کجا بودی؟ خیلی خوب، ببینید ما توی اسلایدمون باید این شرایط رو داشتیم. خب بعد میگفتیم میایم یک ال 50 دی بی حساب میکنیم که یه ال فری اسپیس داره، یه ای ام یو داره، جی و جی ای. ای ام یو با فرکانس و فاصله رابطه داره، جی اچ تی با ارتفاع آنتن فرستنده و ارتفاع آنتن گیرنده. نمودارا هم میومدیم و مقدارش رو حساب میکردیم، درسته؟ بریم حالا یک رابطه اولیه واسه اوکومارا بنویسیم. ببینید بچه ها، یه چیزی بهتون بگم، یه ایرادی که من نسبت به بچه های پارسال داشتم و نمرش رو هم کم کردم تکراری بودن کد بود. اول از اینکه اینی که من دارم به شما میگم اینجوری نیست شما فیلم رو برداری استوب بکنی همین رو کپی پیست کنید تو مال خودتون. خب این اصلا واسه من ارزشی نداره، من کدشو که دارم. دوم از اینکه بچه ها همه کدشون شبیه هم بود، سه چهار نفر بود که کدشون فرق میکرد. اینم که کدتون همه شبیه هم باشه واقعا یعنی قشنگ معلومه که یه نفر نوشته بقیه قشنگ کپ زدن انگاری. نوآوری کدتونه که برای من مهمه، وگرنه کد زدن مطلب که کار سختی نیست، مخصوصا اگه که من یه بار انجام بدم شما بیان همین رو بخواید واسه من تکرار بکنید. بنده نوآوریش برام مهمه که چه کسایی نوآوری میکنن، چطوری میارن،
کدو چجوری نوشتن. من خودم الان بهتون نشون میدم، مثلا دونه دونه کد ها رو، یه دونه الان براتون مینویسم خیلی سادهش رو، یه دونه حالت نوآوری شدهش رو که خودم مثلا دوباره واسه حل سوالات امتحانی درست کردم مینویسم. معمولا شما نیازه که یا هاتا بزنید یا اوکومارا بزنید با توجه به حال شما دانشجویتون که زده میشه، یا رندومی بهتون میفته. و همین دیگه، بریم سراغ اینجا. ببینید اولین کاری که شما باید بکنید تو مطلب، ما باید چیکار کنیم؟ یه دونه حالت کش مطلب رو باید کلیر بکنیم، یه سی ال سی بزنیم که تمامه. ببین اینجا الان نگاه کنید، من یه سری پارامتر دارم، میبینید یه سری پارامتر دارم، اینو که میزنم یعنی هر وقت این برنامه رو ران کردی همه اینا رو پاک کن. این باعث میشه که بعدا مقداری رو مشکل نداشته باشم. کلوز آل، تمام برنامه ها، همه چیزایی که مطلبم بود ببند. خب این واسه پاک کردنش. حالا میایم یه بخشی، میدونید که اگه این رو بزنید یعنی کامنت، درصد رو بزنید یعنی کامنت. اینجا می نویسیم مثلا input values، یعنی چی؟ یعنی مقادیر ورودی. اینا هرچی هست داریم راجع ورودی میگیم. ما ورودی چیا لازم داشتیم؟ یک ورودی فرکانس رو باید بهمون بدن. ببینیم چه فرکانسی میخوان، چه فاصله ای میخوان، ارتفاع آنتن بیس استیشن چقدره و و چی؟ نوع منطقه رو میخواد. البته ارتفاع آنتن گیرنده رو هم لازم داریم. تو فرمول بعدی که ببینید ارتفاع آنتن گیرنده رو هم میخواد. و یه سری چیزهای دیگه. فرمول نگاه کنید. AMU هم چیزی نیست که بتونیم حسابش کنیم. فرمول داره محاسبش، ولی من فعلا رو نمودار بهتون گفتم. حالا مثلا یکی از ابتکارات شما میتونه این باشه که AMU هم فرمولیشو بنویسید. درسته تو کتابتون هست که PDFشو براتون فرستادم. اون هم با فرمول حساب بکنید. این هم مثلا یکی از ابتکارات میتونه باشه. یا مثلا GA رو با فرمولش رو، فرمول رافلیش رو مثلا پیدا بکنید. خب البته حالا اونا من چرا اجباریش نکردم، واسه که نمیخوام زیاد حالت مشکلی براتون پیدا بکنه. ولی خب اینا ابتکاراتیه که میتونید توش بزنید. خواهشی که دارم بازم میگم، یک کدی که نوشین ندین چند نفر برسه. بچه من بعد از چندین سال تدریس متوجه میشم که ورقه امتحانیتون اگر از رو هم نوشین. ترم پارسال دانشجویی بود که میگفت من نفر اول دانشگاه هم و فلان و اینا، ولی موقع امتحانش قشنگ معلوم بود اون طرف داره یه نفر بهش کمک میکنه پشت تلفن. و هر وقت من میگفتم الان، میگفت استاد صداتون قطع میشه. حالا من اسمشو نمیارم، ولی اینا رو من متوجه میشم و تو نمراتتون تاثیر داره. خواهشی که دارم ازتون، طرف مقابلتون رو یه ذره مثل خودتون فرض کنید، یعنی اینکه سعی کنید مطالب خیلی آسونه، مطالب رو راحت میتونید امتحان بدین، راحت میتونید در نظر، یعنی بیاید امتحان پایان ترمش رو شرکت بکنید و مشکلی هم نداره، خیلی راحت میتونید جلو من اجرا کنید. همین کدی که الان من دارم جلوتون اجرا میکنم یکی از حالاتشه. مثلا من میخوام الان برای اوکومارا بنویسم. خب اوکومارا گفتیم چیا میخواست؟ یه دونه اچ آنتن فرستنده میخواست، درسته؟ ارتفاع آنتن فرستنده با این دستور اینپوت میگه چی؟ میگه ولیو رو دریافت میکنه. دستور اینپوت میخوای تو اینپوت میخوای یه پیامی بفرستی، بگی آقا مثلا پیام رو نشون بده بعد وارد کنه، دو تا باید کوات بذاری. خب داخل کوات چی بنویسیم؟ مینویسیم یه طوری که طرف متوجه بشه. Enter the base station height. بعدشی آنتن گیرنده ارتفاعش چقدره؟ اینجا هم دوباره همین، من اینجوری می نویسم که تو ذهن شما بمونه دیگه. اینتر موبایل استیشن هایت، فاصله ای هم که میذارم واسه اینه که وقتی عدد وارد میشه یه ذره یه دونه فاصله با این داشته باشه. بعد چی؟ بعد فاصله برامون مهم بود، درسته؟ میگیم اسمشو دی بذاریم چی؟ اینپوت
اینتر اینتر دیستنس بیتوین ترانسمیتر اند ریسیور. اینجا چرا سمیکالون نذاشتیم؟ خب بعدیش دیگه چی میخواستیم؟ فرکانس رو میخواییم الان. فرکانس رو هم لازم داریم، درسته؟ بگیم پس فرکانس رو هم به ما بدیم. آسقایی میکنم برای HR هم نباید جلوش اینپوت باشه؟ آه آتپوت گذاشتم، درست. اینپوت، درست، مرسی. اینپوت چی رو دیگه میخواییم وارد کنیم؟ اینتر operating frequency. دیگه چی رو لازم داشتیم؟ دیگه اینا رو که وارد کردیم AMU و GA. AMU کیبورده یه ذره داره دیوونه همون میکنه، چیزش خرابه. خب بالاخره زد. خب اینتر ده میدین اتنیویشن ولیو این دی بی. ببینید بچه ها، مثلا یکی از ایرادات بچه ها پارسال این بود، گفت بود ای ام یو رو اینپوت کن. خب اینجوری نوشته بود ای ام یو اینپوت فلان. خب اینو وقتی رانش بکنی نشون نمیده، کرزر نشون نمیده که چی رو میخواد. شما باید یه جوری بنویسی که اگه این کدو فرستادی واسه یه نفر بتونه رانش بکنه، نمیدونه چی میخواد، باید این توضیحات جلوش رو حتما بنویسید. و که یه کارکشن فاکتورمون هم باشه چی؟ این هم باید بگیم اینتر کارکشن فاکتور ولیو این دی بی. خب دیگه اینپوت ها هرچی بوده وارد کردیم. اینجا میزنیم چی؟ مین مثلا بادی محاسباتمون رو میخواییم اینجا بزنیم. اولین بار چی باید محاسبه بکنه؟ باید ال، ببینید باید ال، ببینید فرموله، ببینیم من میخوام پی آر رو حساب کنم. پی آر الان باید بگم پی آر میشه، باید اول ال افش رو حساب بکنه، بعد بیاد ای ام یو جی ایش رو به که بهش دادیم مقادیر رو قرار بده، و بعد جی اچ تی جی اچ آر رو هم از این فرمولا حساب کنه. پس اولین کاری که میکنم میگم ال اف رو حساب کن. خب ال اف یا همون ال فری اسپیس هم برابر باشه با چی؟ یا مثلا میتونی کامل بنویسی free space loss، FSL می نویسن خیلی جاها، free space loss. حالا میخوای راحت تر باشه این جزوه باشه، میشه LF، فرق میکنه هر چی نوشتی free space loss. اینجوری نویسم که همادرش رو داشته باشی. free space loss مون برابر است با 20 لوگاریتم ضرب، اینجا باید ضرب رو یادتون نره، 20 تا لوگاریتم
فقط حواستون باشه این لوگاریتم رو ال ان میگیره. وقتی ما لوگاریتم 10 بخوایم باید یه 10 اینجا بذاریم. 20 تا لوگاریتم 10 چی بود؟ 4 پی بود دیگه، درسته؟ 4 پی، 4 پی فاصله دی، دی رو این فاصله این بالا بود دیگه، 4 پی دی، 4 پی دی تقسیم بر چند؟ سه. سه ضرب داره 10 به توان 8. میدونین چجوری دارم حسابش میکنم؟ دارم میگم که الم بود 4 پی دی یا آر بر روی لاندا، لاندا میشه سی روی اف، پس سی هست 3 ضرب داره 10 به توان 8 بر روی اف هم که فرکانس هم بود اف هم. البته اف هم اینجا به مگاهرتز داده، ما باید ضرب داره یه 10 به توان 6 هم بکنیم، ضرب داره 10 به توان 6. پس اینجا یه پرانتز باز کردیم، اینجا بستیمش، اینجا باز کردیم، اینجا بستیمش، یه پرانتز باید ببندیم، یکی دیگه هم باید ببندیم، سمیکالون. درست؟ این اف هم بود. توان دوش هم که آوردم توی این 20 دیگه، 10 تا لوگاریتم بود آوردمش اینجا 20. فقط اینجا یه چیزی بنویسم، این مگا هرتز اینجوری بنویسم که طرف بدونه باید به مگا هرتز بزنه فرکانس رو، گیج نشه. این که FL یه دونه باید چی حساب کنم؟ جی اچ تی باید حساب بکنم، جی اچ تی که فرمولش چی بود؟ جی اچ تی میگه جی اچ تی میشه 20 تا لوگاریتم اچ تی بر روی 200، میشه 20 تا لوگاریتم اچ تی بر روی 200. این 20 تا باید ضرب بزنه. خودش این زیر وقتی قرمز گذاشت بدون یه چیزش غلط. دیگه چی داریم؟ دیگه جی اچ تی داریم، جی اچ آر. جی اچ آرمون دو حالت داره، اگه کمتر از 3 باشه، اگه بین 3 و 10 باشه. پس اینجا ما مجبوریم یه حلقه یه دونه ایف به کار ببریم. ایف هر ایفی یه اندی داره. بچه ها این فونتش خوبه میبینی؟ یا فونتش رو بزرگتر کنم؟ مشخصه قشنگ؟ بزرگتر یه ذره زشت بریخ میشه، حالا من بزرگترش میکنم. الان بهتر شد؟ خب وقتی ایف داریم باید یه دونه چی داشته باشین؟ else هم داشته باشین. ببینید وقتی که خودش وقتی که ایف رو مینویسید اینتر میزنید، خودش یه نوتعیه ایندیشن بهش میده، یعنی یه ذره میاره جلوتر، میگه این دستورات رو یه ذره جلوتر بنویس. این اصول زیبا نویسی یک نرم افزار یاد بگیرین اگر خواستین کد نویسی بکنید، باید شما حتما اصطلاحا میگن کد کثیف ننویسید، کد تمیز بنویسید. خب if اگر چی باشه؟ اگه HR بزرگتر از ای بابا بزرگتر از 3 بود، اگر HR هم بزرگتر از 3 بود، خب چیکار بکن؟ بیا اگه HR هم
بزرگتر از سه، کوچکتر از سه باید بنویسم. اگر HR هم کوچکتر از سه بود، یا میتونم برعکسش رو بنویسم، بگم اگر بزرگتر از سه بود بزن چی؟ 20 لگاریتم HR بخش بر سه. 20 جی HR هم برابر است با 20 لگاریتم HR تقسیم بر چی؟ سه. else، یعنی اگه این نبود، اگر نبود حالا چه اتفاقی بیفته؟ اگر نبود یعنی کوچیکتر بود، میشه 10 تا لگاریتم HR بر روی 3. جی HR هم برابر میشه با 10 تا لگاریتم HR بر روی 3. خب هر حلقه ای می نویسید باید یادتون باشه که یه دونه اند هم لازم داره. اینجا اندش رو می نویسیم. وقتی اند رو نوشتم این انوتیشن ایف رفت، یعنی اون زیرش دیگه رفت. صدا براتون خوبه بچه ها؟ خانم چیز پرسته. خب حالا می خواهیم بگیم چی؟ حالا می خواهیم بگیم که مقدار المون رو حساب بکن. ال بذار ببینم، ال فری اسپیس که نوشتیم، حالا بزنیم ال مثلا 50 دیوی مساوی است با ال اف به اضافه ای ام یو. فری اسپیس لاسمون به اضافه ای ام یو مون به اضافه این ای ام یو هم اینجا باید بنویسیم که نوشتیم این دیوی. خب ای ام یو مون منهای جی اچ تی منهای جی اچ آر به اضافه کارکشن فاکتورمون دیگه. حالا اینجا پی آر رو هم، حالا اینجا فقط لاس رو بنویسم، اله 50 دی بی رو نشون بده، دیسپلی کن. ال 50 دی بی رو استاد ببخشید اونجا نوشتید به اضافه منهای جی اچ تی. کجا؟ ببخشید. مرسی خانم تشرفی. و دیسپلی کن برای ما ال رو، ال 50 دی بی رو. خب الان من اگه اینو بیایم رانش کنیم ببینیم چه اتفاقی میفته. اول از همون میخواد که سیوش کنیم. حالا بذارین رانش بکنم. اول به همون میگه سیوش میکنی؟ میگیم آره مثلا سیوش کن. کجا بگیم سیف کنه؟ اینجا بگیم سیف کنه. لب فور اینم بزن اد تو پس. خب اول چی میگه؟ میگه که ارتفاع بیس استیشن تو بده. بیا اینجا دقت بکنیم، بیس استیشنمون باید چی باشه؟ بینه بیس استیشنمون بین 30 متر تا 100 متر باشه. من میدم 500 متر. خب اینجا یه ایراد یادم اومد، ارتفاع رو به متر بده، این متر یادم باشه. خب
بعد میگه انتر هایت آف فلان موبایل استیشن. موبایل استیشن هم گفته که اینجا محدودیت نده، من میگم مثلا 5 متر باشه، تا 10 متر بیشتر نمیشه باشه دیگه. میگه حالا انتر دیستنس بیتوین تی ایکس اند آر ایکس، تی ایکس آر ایکس همون فاصله همون بین چقدر بود؟ 1 کیلومتر تا 100 کیلومتر، بده 50 کیلومتر. اینم گفتیم به کیلومتر بده دیگه، درسته؟ این کیلومتر. بعد گفته فرکانس رو بده، فرکانس رو بدیم 900 مگاهرتز. این میذاره ببینید شما یه چیزی جلوتون هست، اینو نمیبینید؟ فقط من میبینم مسکه. خب بذارید میذارم بالاتر که زن خودم ببینم. خب بعد گفته انتر the median attenuation value، باید بریم median attenuation value رو پیدا کنیم. median attenuation value AMU مون هست دیگه، درسته؟ AMU رو بچه ها کمک کنید پیداش کنیم. بریم بریم بغلی. گفتیم فاصله رو بگیریم 50 متر، درست؟ فاصله 50 متر اینجاست، دیستنسمون 50 اینجاست. خب فرکانس رو هم که گرفتیم 900، پس 900 رو بیایم روی 50 میشه اینجا حدودا، میشه یه چیزی در حدود 70، میشه 45. 45، پس اینو پیدا کردم 45 دیم. گفته کارکشن ولیو فاکتور رو هم پیدا بکنیم. کارکشن ولیو فاکتور چی بود؟ توی اسلاید بریم. اینجاست، درسته؟ خب آها، یه چیزی که فراموش کردیم بپرسیم محیطه. یادمون رفت که بگیم آقا محیط باید چی باشه. حالا فرض کنید که ما اینو حالا خیلی ساده داریم می‌نویسیم. فرض کنید گفتیم محیط مثلا اوپن ایریا باشه. خب اوپن ایریا میشه این بالا. گفتیم 1000، گفتیم باشه روی 1000، درست؟ و اوپن ایریا هم که اینجاست، اینو بکشیم میشه در حدود 28 28 28. خب به همون میگه لاس فری اسپیس همون شده 126 ممیزه 11.02 dB و همین راحت. این ساده ترین حالتش بود. حالا مثلا میخواد یه ذره حرفه‌ای ترش کنیم، میایم میگیم چی؟ میایم میگیم مثلا اینجا بیا پی تی رو هم به ما بگو. اینپوت کن پیتیمون چیه؟ توانه انتر ترانسمیتینگ پاور این مثلا چی؟ مثلا به دی بی. الان نوآوری ها کم کم داره پیدا میشه ها. بچی پی اینجا چرا خط قرمز گذاشته؟ برای اینکه اینجا سمیکالون یادمون رفت دیگه. پی تی بعد بگیم گین فرستنده رو بگو، اینپوت اینتر، کاش که اینو میگفتم خودتون انجام بدین، حالا اشکال نداره. Transmitting antenna gain دیگه چی داریم؟ GR داریم، input inter receiving آنتنا گین یا مثلا MS آنتنا گین فرق نمی کنه، اینا رو هم به همون بده. بعد این پایین بیا چیکار کن؟ این پایین بیا
پی آر برابر است با پی تی، ببینم به دیوی خواستیم، آره پی تی به اضافه جی تی به اضافه جی آر منهای ال 50، درست؟ و اینجا بگیم چی؟ دیسپلی کن پی آر رو، حالا رانش کنیم. اینتر فاصله رو به متر بگو، میگیم ارتفاع رو میگیم مثلا 12 ارتفاع آنتنمونه، 5 ارتفاع آنتن ام اس مونه، فاصله رو بگو 50، فرکانس رو بگو 900، اتنیشن ولی رو فکر کنم 42 به دست آوردیم، کارکشن فاکتور یادم نیست 28 فکر کنم به دست آوردیم، ترانسمیتینگ پاور رو به دی بی بگو مثلا 40 رو بگو مثلا 17 دی بی، ترانسمیتینگ آنتن اگین رو بگو 10 دی بی و ریسیوینگ آنتن رو بگو 2 دی بی. گفته لاست برابر است با 155.50، توان دریافتی میشه منفی 126.50 دی بی که شما دارید دریافت میکنید. سوال نداریم؟ حالا همتون هنوز که فعلا وقت داریم تا اذان، همین رو برای هاتا شروع کنید به نوشتن. برای هاتا بشینید این کد رو بنویسید. الان کیا با من انجام دادن اینو کومارا رو؟ کسی هست انجام داده باشه؟ بذاریم بپرسیم، قرار شد نصب داشته باشین دیگه همتون، درسته؟ ببینیم مثلا خانم همزلو، خانم همزلو انجامش دادیم؟ هستین یا نیستین؟ خانم رضویان هم انجام دادن، خانم ملکوتی خواه گفتن کی؟ خب خانم همزلو انجام دادیم؟ ای بابا مرسی خانم تشرفی. خب بچه ها فعالیت کلاسی ها لطفا با من بیاین جلو. خب بچه ها همتون این کدی که الان من زدم دیگه یادتون دادم چی به چی شد. خب از الان وقت دارین تا ساعت الان 7:36، تا ساعت 7:50 وقت دارین که این کد رو همینی که من زدم اوکومارا رو یه بار بزنید، همینی که من زدم دقیقا بنویسید. الان یکی دو تا از بچه ها میخوام صفحهشون رو شیر بکنن، بقیه هم که انجام ندادن انجام بدن، چون که من دونه دونه تون رو میخوام باز کنید بهتون نمره کلاسی بدم. خب الان خانم تشرفی شما اول صفحه شیر بکنید. خانم تشرفی دو تا داری، کدومو به صد بندازم رو پرزنتر؟ اونی که استاد با سیستمه، یکی یا دو نمیدونم. آه این موبایل، درسته دیدم. خب صفحه رو شیر کنیم به اون نشون بدیم. خیلی خوب عالی، شما داری HT input HR، یه رانش بکنیم ببینیم چی به دست میده به ما. عددی که گفتی تو زدم، اشکال نداره یه بار رانش کن. خب رانش هم جوابش هم گرفتی، عالی. خب شما گرفتی جواب، مرسی. بذاری من نمرتون رو بذارم. نفر بعدی خانوم رضویان، خانم رضویان یا هر کس دیگه ای که اگر اونایی که فعلا داوطلب هستن، کی دیگه داوطلبه الان میخواد نشون بده نمره رو بگیره؟
خب من چند تاشون نرسیدم کامل بنویسم، یعنی اینجا موندم و با خب الان بعد کاملش این کنید، تا دو تا بقیه صدا میزنم پس کاملش کنید. استاد آخه میشه لطفاً کپیش کنید بفرستید توی نه دیگه، من که نمیخوام رو تلگرام؟ نویسیش کنیم که، من میخوام شما ببینم یاد گرفت، من توضیح دادم دیگه، میخوام ببینم یاد گرفتیم یا نه. اتفاقا نیت من این سفر رو بستم که رونویسی نکنیم. چشم استاد ممنونم. مرسی. خب خانم ملکوتی خواه، شما انجام دادین؟ من دیگه از 2 هفته پیش خانم حسینی همینجور دارم میگم مطلب مطلب مطلب، دیگه شاهدش فیلم هاست. از 2 هفته پیش دارم میگم هفته بعد مطلب باشه، هفته پیش هم کاری نکردیم که خیالم راحت بشه مطلب همه نصب کنیم، دوباره این هفته انجام بدیم. این فعالیت کارگاه یعنی فعالیت کلاسی دیگه، باید انجام بدیم، بعدا آخر ترم موقع ناراحت نشین از دست من لطفا. خانم ملکوتی انجام من بدیم. یه چند لحظه به فرصت رو دارم می نویسم چون من از کلاس پرد شده بودم بیرون باشه باشه، نبودم. انجام بدیم انجام بدیم. بریم سراغ خانم روشنفکر. خانم روشنفکر انجام دادیم؟ اگر خانم بابا جان اگر مشکل داره لپتاپ ببریم بیرون درستش کنیم، چون واسه امتحان پایان ترم مطلب رو حتما لازم داریم. در غیر این صورت با مدیر گروه هماهنگ شده، میتونید برید سایت دانشگاه، تو سایت دانشگاه نرم افزار مطلب سی اس تی و اینا نصب شده، میتونید اونجا اگر لازم دارین باش کار کنید. خب خانم یوسفیان نوشتین؟ خانم یوسفیان نوشتین؟ خب خانم یوسفیان طبق معمول غایب هستن، فقط حاضری میزنن. خانم شاه طاهری خانم شاه طاهری جوابم نمیدین به ما، ننوشتین. خانم یعقوبی خانم یعقوبی بله باش. خب بنویسیم. خانم بهرامی خانم ماهرو کی بچه ها نوشته؟ اونایی که نوشتن بگن، چند نفر بالا اعلام کردن، اونایی که نوشتن بگن کیا بودن؟ خانم یوسفیان تازه اومد تو کلاس. خانم ماهرو بنویسین. خیلی خب من اینجا منتظرم دیگه، بنویسین تا نمرات کلاسیشون رو بگم دیگه. الان فعلا فقط یه نفر دیگه. انجام بدین چون هنوز کار داریم، ما خیلی کار داریم، یه ذره زودتر باشین. خانم تشرفی شما که نوشتین یکم فکر کنید، حالا ما میخوایم یه کاری انجام بدیم، ما میخوایم ال رو
نسبت به فرکانس یا پی آر رو نسبت به فرکانس رسم کنیم. یکم فکر کنیم ببینیم به نتیجه می رسیم. چشمتون میبلا؟ بله دیگه که سوال پرسید. خب من کلاس رو پاوز میکنم تا الکی چیز نشه، اگر سوالی داشتین بپرسید. پاوز نمیشه، یعنی همینجوری هی آیکونش میاد ولی هیچ عکس العملی نشون نمیده. میتونی یه لحظه سیستم رو شیک کنی ببینی چرا باز نمیشه؟ یه بار کامپیوترت رو ریستارت کن، اگر بلدی شیفت کنترل دیلیت رو بگیری بری تو تاسک منیجر فایل اگزش رو ببندی این کارو بکن. اگه بلد نیستی کامپیوتر تو رو روشن خاموش کن. باشه چشمش. خب به نتیجه هم رسیدین؟ بریم دیگه واسه یه نفر دیگه پرزنت بکنه و بریم بعدش واسه افطار و بعد افطار دوباره بیایم. خواهیم رزبی هم خواستن صحبت کنی؟ پرزنت میکنی شما؟ خانم ملکوتی خواه گفتن من پرزنت میکنم. خانم ملکوتی خواه خب خانم ملکوتی خواه بفهم صفحتون شیر کن. اشتباه زدم. خانم ملکوتی خواه صفحتون رو شیر کن. خب یه بار کد رو ران کنید ببینم. کد رو ببینم کجا نوشتین. خار ملکوتی خواه کد رو ببینم. صدای من دارین خار ملکوتی خواه؟ آه من صدای شما رو ندارم، قطعه. یه لحظه. خب الان صحبت کنیم. کجا رو باید بزنم میفهمم؟ واسه چی؟ باید رانش بکنید دیگه. الان این عدد را کجا در آوردی؟ بیاین توی قسمت ادیتور ران. صفحتون رو من ندارم. دارید چیکار میکنید؟ بله خانم یعقوبی. یه لحظه بچه ها. چی شد بچه ها؟ خانم تشرفی میخوان صحبت کنن. اینو چجوری رانش کردین خانم ملکوتی خواه؟ اون بالا گفتنه بابا چرا اینجوری آبه؟ چی شده؟ بابا صدا خواهی ملکوت خواهی ببندین یه بار مطلب رو دوباره باز کنین تب ادیتورتون بیاد دوباره. خانم یعقوبی چیزی داشته میگفتین؟ نه صدای شما نیست. خب میخوایم بچه ها بریم بعد افطار دیگه ادامهش رو ببریم جلو. الان دیگه ساعت 8 شده. گفتید که خانم ملکوتی خواه ببخشید شما توی کامند نوشتی باید ام فایل بنویسی. مشکل اینه یه نیو اسکریپت بزن تو ام فایل بنویسی. آهان اینجا تو ام فایل بنویس بعد اون موقع ران رو بزن. بخاطر همین واسه تون نمیومد، شما تو خود کامند نوشته بودید.
خانم تشرفی، سوال چی بود؟ گفته برای رسم نمودار یه چیزایی جلسه پیش گفته بودید، من مقادیر پی آر و اف و به صورت دستی بازشون پایین نوشتم ولی بازم رسم نکرد. آه خیلی خوب، حالا توضیح میدم. چی بریم افطار بکنیم، 8:30 بیایید منتظرتونم. 8:30 بقیه بچه‌هایی که انجام ندادن لطفاً حتما حتما تو بعد از افطار اینو انجام بدید که بیاید که نمره کلاسیتون رو از دست ندیم. بچه ها ساعت 8:30 ایشالله منتظرتونم. فعلا خدا نگهدار. خب بچه ها ببخشید، من یه مشکلی واسه لپتاپ پیش اومد با گوشی بودم، بعد مجبور شدم دوباره ریستارت کنم، زیاد طول کشید. خب الان پاوزم زدم. خب خانم ملکوتی میخواستن پرزنت کنن. خانم ملکوتی بفهم، شما الان پرزنتری، میتونی پرزنت کنی. خب اینپوت نوشید FSL GT ای فلان، اوکی یه رانش بگیریم ببینم. خیلی قبوله، مرسی. خانم رضویان شما؟ خانم رضویان یه لحظه تا میاد من نمره خانم ملکوتی رو بذارم. خانم ملکوتی خواه مده 1.2 تا الان. خب بفرمایید. بله شما هم اوکی. یه بار دیگه من ببینم خانم رضویان، کد رو ببینم. خیلی خوب، اوکی اوکی، شما هم درست پی آر رو دیگه در پی آر هم نوشتی، پی تی جی تی جی آر، اوکی مرسی. خانم الله ویردی، خانم الله ویردی میتونی پرزنت میکنی یا نه؟ خب خانم الله ویردی بفهم، سریع پرزنت کنی، خیلی سریع. خانم رضویان خب رانش هم کردی درسته. خانم یوسفیان سفر شیر کنی. خانم یوسفیان نیستن. خب خانم یعقوبی استاد هستم، میشه بدانین شعر رو ببینم اصلا درسته یا نه؟ من فکر میکنم اصلا اشتباه نوشتم. استاد من الان نوشتم، بعد رانو که میزنم اینو میزنه. اد تو پس رو بزن، اد تو پس. بعد هیچی نشد. اونجا جلوی HR دبل کوتیشن گذاشتی، باید پاکش کنی، نقطه ویرگول بذاری. کجا یه بار میگی؟ آها راست میگه، ایراد زیاد داری، جلو F منها گذاشتی. ببین اینه که همه زیرش خط گذاشته، این بالا چی نذاشتی، ایراد زیاد. تمام اینا که اینا مساوی باید باشه. آره همه اینا ارورا رو باید درست کنی. خواهم یعقوب درست کنی، دوباره از تو میپرسم. خانوم مومنی نسب، خانوم مومنی نسب پرزنت میکنی؟ خانوم تشرفی شما انجام دادین دیگه، شما نمره رو گرفتین. خانوم مومنی نسب، خب خانوم نمودارم باشه، یه ذره بچه ها بپرسم. خانوم بنا تهرانی شما پرزنت میکنی؟ خانوم بنا تهرانی، خانم روشن فکر، خانم روشن فکر پرزنت کنید. ای بابا اشتباه انداختم، ببینید خانم روشن فکر پرزنت کنید.
صفحه مال شماست. خب کد رو ببینم، کد رو ببینم خانم روشن فکر. یه ذره بریم بالا من کد رو ببینم. اوکی مرسی. نفر بزنین خانم روشن فکر. خانم خانم یعقوبی هم که هیچی. خانم بابا جانی پرزنت میکنی؟ خانم ماهرو شما پرزنت کردین یا نکردین؟ دست بلند کردین، بفهم. خب خانم ماهرو سفر شیر کنین. خب درسته، مرسی. خانم ماهرو چرا من اسم شما رو ندارم؟ خانم ماهرو آن دارم. اولین فعالیت کلاسیتون رو گرفتیم. خب خانم دیگه کسی هست صداش نکرده باشم؟ همه رو صدا زدم؟ فاطمه یعقوبی صدا زدم؟ خانم حمزه، خانم میر هاشمی. خانم میر هاشمی شما پرزنت میکنی؟ خانم محمدی. من نمیتونم، من ویندوزمو عوض کردم، من خونه نیستم. خب بچه دیگه مواظب نمرات پایان ترمتون باشین دیگه. دیگه مواظب نمرات پایان ترم. سری پیش هم دقیقا همین چیزها رو گفتیم بچه. خب بریم سراغ خانم تشرفی ببینیم چیکار کردن. استاد بله برای امتحان پایان ترم مگه فقط از بین سه تا دوتا رو نمیتونیم امتحان بدیم؟ بله بله استاد میشه به جای مطلب CSE رو نصب کنی؟ چرا مطلب که خب باید یاد بگیریم. ببین تو یاد گرفتنش که باید یاد بگیریم تو فعالیت های کلاسی، ولی امتحانش رو دوتا میتونید بدید. فعالیت کلاسی شو باید شرکت کنید. خب خیلی سنگینه برنامهش واقعا. منم لپتاپمو تازه تعمیر کردم. مگه شما درسای دیگه تو مطلب لازم نداره؟ پروژه مخابرات، کارگاه مخابرات دیجیتال اینا؟ نه استاد نه. حالا استاد من فقط این ترم فقط درس شما رو دارم. به سلامتی. حالا یه مطلب رو یه جوری نصبش کنید فعالیت کلاسی نمونید. یه کارش بکنید خانم حسینی. میخواییم مثلا اگه تهرانی یه روز برین دانشگاه؟ نه اصلا تهران نیستم متاسفانه. ببین چون فعالیت کلاسی فرق میکنه با امتحان. امتحان بله شما دوتاشو میتونید از سطح امتحان بدین، ولی تو فعالیت کلاسی باید بلد باشین دیگه. اصلا میشه CSE هم جز فعالیت کلاس بذارین؟ اونم میزه، اونم فعالیت کلاسی داره. اونم وقتی بهش برسیم فعالیت کلاسی داره اونم. خب زنه نمیشه نصبش نکنیم؟ یه لحظه من یه لحظه داشتم خفه میشدم. خب چی گفتین خانم حسینی؟ اصلا گفتم نمیشه یعنی نصبش نکرد هیچ جوره؟ نه دیگه نصبش کنید دیگه. دانشجوی مهندسی هستین، یه سه واحده دیگه شما میشین خانم مهندسی حسینی. مطلب اون وقت برای لپتاپتون نصب نداشته باشه. برای درسای خواهرم هم روی لپتاپ برنامه نصبه، اونم رشتش کامپیوتره.
نمیدونم واقعا چی بگم، ترجیح به اینه که نصبش کنید. حالا یه مطلب آنلاینی هست، ترم پیش بچه ها بعضی استفاده میکردن، بتونید ریزالت ها رو درست اون اگه باشه خیلی خوبه. با خانم مددی صحبت کنید ببینید اونو میتونید با وسط رو بنزینید، ولی خب اولویت بنده با مطلبه چون بتونید یاد بگیرید. باش با خانم مددی صحبت کنید بهتون بگین که ایشون یه مطلب آنلاینی پیدا کرده بود کمک میکرد. وسط خیلی 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 ممنون. خواهش میکنم. خب دیگه که مونده بچه ها، خب خانم تشرفی یه توضیح بدیم چیکار کردیم. استاد یه مدلی که نوشتم اینجوریه که بقیه ورودی ها رو از کاربر میگیره، اف و بازش بین 500 تا 1500، بعد اینجا به فرمولی که خودتون گفتید ارور میداد، من این قسمتی که برای فرکانس بود رو اینجا آوردم توی صورت، بعد این پایینم که پلاتش رو گفته لیبلاشم اف و پی آر گذاشتم، بعد اینکه اون اعداد و دستی وارد کردم این نمودار کشید. یه مدل دیگرش هم نوشتم، اینجا اعداد رو ثابت دادم، باز فرکانس رو توی یه بازه ای تعیین کردم که باز نمودار رو رسم میکرد همین شکلی بود، ولی حتما لازم بود که اون فرمول این قسمتش بیاد توی صورت. خب من یه سوالی دارم، الان نمودار محور عمودیش چیه؟ محور افقیش چیه؟ محور عمودیش فرکانسمونه، محور افقی پی آر. حالا این غلطه، فرکانس هرچی داره بالاتر توان دریافتیمون کمتر میشه. من شما دقیقا برعکسه. بله درسته؟ یعنی باید چی کارش کنم؟ ببین تو فرکانس های بالا تلفات بیشتره، خب باید تحلیلش میکنیم. فرکانس بالا تلفات بیشتره. حالا مرسی که همین که تلاشت میکنیم فکر کردیم خوبه، ولی فرکانس بالا تلفاتمون بیشتره، بنابراین شما باید فرکانس با افزایش فرکانس تلفات توان دریافتیم کم شد. پس این غلط. درست. بله. میشه تو را شیل باشه. خانوم چی بودین شما؟ یعقوبی. دو تا یعقوبی داریم، خانوم زینب یعقوبی. زینب کجاست اسمش؟ این هاشش خب واسه من زدم ولی نمیمونه که شما ببینی، ولی اینجا عددا رو میزنه، یعنی بعد اینتر آخری که میزنم دیگه میره از اول اینو میاره. شما ام فایل ننوشتی، همون اشتباه خانم ملکوتی رو کردیم. اونجا گفتم نیو اسکریپت رو بزن، ام فایل بنویس. اون بالا ببین سمت چپ نیو اسکریپت رو مینویسی؟ الان اینو همین ران کن دیگه، همین ران کن، همین نوشتم، همین ران کن. خب هیچ اتفاق نمیفته. برو تو صفحه قبلی، صفحه ریزالت ها کامندت برو. آها خب الان داره میگیره دیگه، راه ران شده. الان ازت متر رو خواسته. خب من اینا رو زدم، بعد مثلا دو بارم زدم اینتر که میزنم، اینتر آخری رو که دیگه میزنم کلا میره از اول، ولی اینجا این گوشه نشون میده. اون که پارامتر را که اشکال نداره که ببینید. الان بزن عدد، بزن یه سری عدد دامی، عدد بزن. الان درست شد؟ دوباره رفت از اول. خودتو ببینم. بیا پایین. ایرادی توش نمیبینم الان، برو بالا. خب بیا حالا تو صفحه قبلی.
چرا سه تا از اینا باز داری؟ نه هی می نوشتم رو نمی شد، هی نیو اسکیپ می زدم دوباره، هی رو نمی شد دوباره می زدم. وسطی رو هم بگی ببینم چیه وسطی؟ این وسطی هم همونه، بعد هی رو می کردم نمی اومد. خب بیا چیز کن، بیا تو صفحه اولیه ببندش. حالا اینو ببندم؟ اینو ببند. استاپ ناو، استاپ بزن، استاپ ناو. خب ببین اسم فایلت اینجا آنتایتلد 3، اونور آنتایتلد 4 بود. رفت دوستان. آره اینجا آنتایتلد کلا رفت. ببین اینجا آنتایتلد 3 بودی، اونجا آنتایتلد 4 بودی. دو تا ام فایل نوشتی، یه ام فایل 3 داری، یه ام فایل 4. 4 رو ران می‌کردی ولی ریزالت 3 ران بود. بعد اول 3 تموم می‌شد بعد 4 ران می‌افتاد. یه بار دیگه باز کن، اون وقت ام فایل 4 یا همون نهایی رو بزن ران کن، اون موقع درست میشه. خیر. حالا من نمره این سری تو بهت میدم ولی واسه سری بعد سعی کن که روش یه ذره مسلط کنی. خانم یعقوبی، فاطمه یا زینب؟ زینب. خب بریم سراغ ادامه. ببینیم حالا اینجا فرض کنیم که من میخوام این رو پلاتش کنم. خب یه راه اینه که من بیام اینجا یه حلقه بنویسم به اسم حلقه فور، بگم برای آی از 1 تا چند تا طول مثلا افم، درست؟ چیکار کنم؟ این بالا سمیکالون نمیخواد. از آی تا طول اف هم بیا میخوام بر حسب فرکانس رسمش کنم، درسته؟ بیا این دفعه ال رو، این ال، این ال رو بندازم اینجا، بگم اینو بر حسب فرکانس رسمش کن، بدم بهش آی، یعنی متغیر بزن، آی ندیم بزن جی بدیم، چون آی عدد موهومی هم معنی میده. مثلا جی بدیم، جی هم البته نباید بدیم، بدیم چی؟ بدیم زد. خب زد هم که ایراد میگیره ازمون، بزنیم بدیم مثلا از کا. اینم کا، حتی اون ایراد نبود. خب یعنی میگیم چی؟ یعنی میگیم از کامون مساوی 1 تا طول اف، یعنی اگر افتو 5 تا مقدار دادی، اگر افت رو 5 تا مقدار دادی بیا چی؟ بیا 5 بار این پایین رو حساب کن، این اف اس ال رو 5 بار حسابش کن، درست؟ بعد دیگه این که به فرکانس ربطی نداره، اینو که همینجا حسابش کن مشکل نداره. و اینجا هم حلقه اندمون، این رو ما میتونیم بر اساس چیز هم بنویسیمش، بر اساس فاصله یا فرکانس هم بنویسیم. مثلا من اینجا بر اساس فاصله نوشتمش، همینجوری که میبینی. نه اینجا هم بر اساس فرکانس نوشتم، اینجا هم بر اساس فرکانس. بریم همینجا فاصله شو باید همینجا بنویسیم. خب حالا چی؟ حالا میخوایم بگیم هر بار، ببینید اومدیم اینجا هم گفتیم دقیقا، اینجا هم دقیقا الان نوشته است، میتونیم از رو همین بریم مثلا، یا یعنی اینکه میخواین از رو قبلیه برم که حالا شما یاد بگیرید. ببینید ما میگیم چی؟ حالا هر بار اومدی یه افکار یه مقدار بده بذار داخل FSL، و وقتی FSL رو حساب کردی اون وقت بیا این اله رو، بیا این اله رو اینجا دیگه FSLمون 5 تا مقدار داره. کجا رفت؟
من متاسفانه نه موس دارم نه کیبورد، یه ذره اوضاعم سخته الان. طرز عجیبی دارم به این موس این رو کنترل ایکسش کنیم بذاریمش داخل حلقه فورمون. خب حالا میگیم این ال 50 رو این رو هم میذاریم ال کا، درست؟ ال کا یعنی به ازای مقادیر مختلف این کا رو بذار داخل این. این ور که 5 تا جا داریم، اینجا هم باید 5 تا یه دونه اف اس ال کا باید داشته باشیم، 5 تا مقدار باید بهمون بده. دیگه چی داریم؟ ای ام یو کا داریم، چون اینم به فرکانس بستگی داره. هر چی به فرکانس بستگی داره رو باید بهش یه کا بدید و اینم به فرکانس بستگی داره. بچه صفحه من شیر هست یا نه؟ صفحه خب ببینید این سیاهی اینو میبینید شما اینجاها، این دوتا جا که چیزی نمیبینید، درسته؟ سیاهی میایی نمیبینید. خب پس ببینید، پس من اومدم FSL و 5 تا بر اساس مقادیر مختلف FK رسمش کردم. این که خودش مقدار نداره، یه L50 داریم که اینو میخوایم بر اساس مقادیر مختلف میگیم برامون رسمش کنه. AMUGHT البته اینجا یه ایراد داریم، ایرادمون اینه که این GHT مون رو بعدش داره حساب میکنه. من باید این GHT رو هم بندازم اینجا، این رو هم میتونم اینجا کاتش بکنم. مثلا اینو بندازم این بالا، بگم اول GHT رو بیا حساب بکنه. اگر HR بزرگتر از 20 لگاریتم فلان، اگرم این درست. خب دیگه چیزی نداریم. منفی L50 آن اینجا L50 مون دیگه بر اساس چیه؟ بر اساس پارامتری. اینم باید بر اساس تابع باشه، پس اینم میشه کا، اینجا هم میشه کا. حالا میتونم بگم دیسپلی کن L50 رو، دیسپلی کن PR رو، پلات کن مثلا PR رو بر اساس اپسلاک میذاره، PR رو بر اساس L50 یا مثلا بر اساس فرکانس، PR رو بر اساس ای بابا بر اساس فرکانس رسمش کن. خب ببینیم حالا ایرادمون رو چیا میگیره. فعلا که ایرادی نگرفته. متر رو بهش گفتیم چند؟ گفتیم بزن 12. هایت رو گفتیم مثلا بزن 2. تی ایکس آر ایکس این کیلومتر رو گفتیم بزن 50. اینو بزن 900. اینتر ده میدین اتونیشن فکر کنم 42 گفتیم اون سری. اینو بزن 28. ترانسمیتین پاور رو بزن چقدر؟ گفتیم چقدر یادتون هم نیست، 17 دی بی. گین رو بزن 10. ریسیوینگ گین 2. خب اینجا الان بذاریم بالا، کجا رفت؟ خب پلات رو نصفه برامون رسم کرد، بذاریم ببینیم ایرادش چیه. گفتیم L50 رو اینجوری رسم کن. اینجا باید یه کا بدیم، مقادیر مختلف کا. اینجا هم باید خودش هم یه کا داشته باشه که اینم مقادیر مختلف رو تو این ذخیره کنه. FK حالا رانش کنیم ببینیم چطوری میشه. یه 3-4 بار که به این روش میگن دیباگینگ، یه 3-4 بار که دیباگینگ بکنی دست تو میاد که ایراد از کجاست. 50-900 value in db چقدره؟ 42.
کارکشن فاکتورمون 28 17 مثلا، ترانسمیتینگ آنتن گینمون دو یادم نیست بکنم، ولی بار اشتباه زدم. خب فرکانس، آهان آهان فهمیدم ایراد چیه، ایراد فهمیدین چیه، داریم یه سوتی بزرگ میدیم. ببینید اینجا داریم بهش میگیم که تا لنز F واسه ما حساب کن، تا لنز F درست. این الان اینو پاکش کنیم، میتونیم اینو پاک کنیم، اینم پاک کنیم. تا لنز باید F رو به صورت آرایه بهش بدیم. یه بار دیگه رانش میکنیم، این 12 متر مثلا، این 2 متر، 50 کیلومتر، انتر فرکانسی، فرکانس مثلا من بهش 3 تا مقدار میدم، میگم از 800 تا مثلا 900 تا 1000 واسه ما بگیر. بعد چی؟ بعد میگه انتر دی میدین اتنیشن ولیو، اینم باید با فرکانس های مختلف 42 مثلا، 42.5، 43، اینم با فرکانس های مختلف فرق میکنه، مثلا بود 28 29 30. بعد از اون نمودار نگاه کنیم یادتون نره. ترانسمیتینگ پاورمون که به فرکانس ربطی نداره، ترانسمیتینگ آنتن گینمون به فرکانس ربطی نداره، ریسیوینگ آنتنمون به فرکانس ربطی نداره. حالا رسمش کردیدین. حالا اومد چی رو بر اساس چی رسم کرده؟ نمیدونیم چی رو بر اساس چی رسم کرده. بذارین اینجا ببینیم که یک لیبل بهش بدیم. ای بابا. خب یه لیبلینگ اینجا اگه بدیم، هنگ کرده کامپیوتر متاسفانه. مثلا اینجا بگیم که x لیبلش رو بده مثلا فرکانس مثلا F، بعد دیگه چی؟ Y لیبل رو بده، ببخشید X لیبل رو بده چی؟ بده بر اساس DB داریم رسم میکنیم، DB TR underline DB، این لیبل رو هم بهمون بده فرکانسی به مثلا مگا هرتز. حالا ران کن. 12 2 50 9، اینو آرایه بدیم مقادیر مختلف، مثلا 700 800 900. the median attenuation value رو بهش بدیم 40، اینم باید بر اساس فرکانس 42 42.5، 43. اینجا میشه چقدر؟ میشه 24 28 29. پاور ترانسمیتینگ 17، گین 10 2. خب یه ارور بهمون داد به سلامتی، میگه لاین 3 ارور این لاین 3 unrecognized or variable PR به DB. آها PR به underline DB، این X لیبلش رو نمیشناسه، باید توی چیز بهش بدیم، بگید توی کوات. خب میگه چی؟ میگه که unrecognized function or variable PRB error in line 43. line 43 مون اینو نمیشناسه، چرا؟ چون بهش کوات ندادیم. اینا لیبل تکسته، ما باید بندازیمش توی کوات. دوباره که ران بکنیم همون حالات. حالا دیگه من هی تونتون مقادیر علکی بدم بهش. دیگه چی بود این پشتش چی بود؟ من این پشتش نمیبینم.
بره بالاتر. خب Transmitting Power 17 Gain 10 2. خب ببینید تقریبا درستر شد. خب فرکانسمون الان درسته. ببین چون اینو داره برعکس میزنه، این لیبلینگش رو چیدش رو برعکس زده، از منفی 140 یعنی تو فرکانس های پایین بالاتر توان دریافتیمون کمتره، همونجور که میبینید توان دریافتیمون کمتره، تو فرکانس های بالاتر توان دریافتیمون بیشتره. حالا میتونیم اینا رو بهتر هم هرچی باشه ذره ور بریم بهتر هم میتونیم بنویسید. مثلا این چیزی که من قبلا نوشتم یادم نمیاد لیبلاشو چی گذاشتم، اون رو مثلا همینه دیگه. اینجا گفتیم چی اینتر بیس استشن این هایت مثلا 12، اینم 2، اینم 50، اینم فرکانس هم باید بهش آرایه بدیم. اینجا من یه عدد آرایه اینجا نوشتم تون تون واسهتون بزنم که وقتمون گرفته نشه. مثلا گفتم تو این فرکانس رسمش کن، خب اینترمدیان اتونیشنش پرید، از اول ران کن 12 2 50 فرکانس رو بده بهش این، و این رو مثلا مقدار، حالا من اینجا نوشتم این بدیم، مقدار دومی هم این بدیم، در میره و رسم میکنه. میبینی ریترن لاس رو برامون، این چی براسه چیه؟ پروپاگیشن پس لاس، این براسه تلفاته، به خاطر همین میبینی هرچی فرکانسمون رفته بالاتر تلفاتمون هم بیشتر شده. مدل اوکومارا. خب حالا شما میتونید مثلا این یکی که من نوشتم خیلی کامل تره، حالا من یک کوچولو بهتون نشون بدم. ببینید مثلا بهتون میگم نوآوری یعنی چی. مال شما توانش برعکس بود. آره به زیرش لیبلینگش نگاه نکردیم. ببین مثلا اینو من نوشتم، گفتم چی؟ گفتم که اینو واسه البته امتحانتون نوشتم، مثلا نمراتتون رو که میدم بهش، چون نمراتتون رندوم شده من یه عدد میدم اینجا خروجی میگیرم. من میام میگم که حالا من نمیخوام شما کد رو ببینید عیناً شبیه کد من بزنید، من میگم خب مثلا اینپوت رو دریافت میکنه میگه که چی میخوای، اول میگه enter the transmission power، transmitting power، این دوتا آی گذاشتیم transmitting power، و میگه transmitting power رو بزن. اول اینجا ازش میپرسه که به دی بیه یا به وات میخوای بدی، مثلا طرف میگه من به وات میخوام بدم، میاد اینجا میگه اگه به وات داره میده، اگه به وات میده ده تا لگاریتمش رو بگیر، اگه نمیده که خود همون رو بذار. بعد میاد ورودی ها رو میگیره، جی تی، جی آر، اف، میاد یه حلقه وایل میزنه بگه که اول ارو چک کنه، دستور رو داره چک میکنه، میگه که آقا فرکانست زیر 150 هست، فرکانست بالای 2000 هست، اگه هست داری غلط میدی، پس میگه بهش بگو که چی؟ فرکانست رو غلط داری میدی، بین 150 و 2000 بده. بعد میاد اینجا محاسبه میکنه ببینه که کدوم مدل، اگر مدل هاتا اکستندد هست، اگر فرکانس بزرگتر از 1920 بیا از مدل هاتا اکستندد که هنوز به شما درس ندادم استفاده کن، اگر مدل هاتا که بیا از خود هاتا استفاده بکن، اگر هم اوکومارا که بیا از اوکومارا استفاده کن. این کدی که الان بنده نوشتم واسه کلاس واسه محاسبه نمرات شما، همینجوری که میبینید قشنگ یه کد جون داره. این الان کامل کامله، یعنی شما میتونید چیکار کنی باهاش تمام اوکومارا، هاتا و هاتا اکستندد رو حساب بکنی. حالا من از شما که میخوام چیزی که ببین، مثلا اینجا گریدش رو آن کردیم، لیبلینگ بهش دادیم، تایتل بهش دادیم، نمودار رو خوشگل کردیم، اف پرینت رو گفتیم، گفتیم مثلا پرینت بکن که پس لاستمو ایکوالز تو، اینا مثلا واسه خوشگل سازی زیاد توی چیز تاثیر نداره. اینجوری من میگم یه ذره ابتکار به خرج بدید بنده واسه اینه. حالا فعلا شاید شما هنو براتون زود باشه، فعلا واسه جلسه آینده زحمتی که شما میکشین یک مدل اوکومارا
من توی سایت قرار میدم، فقط توی این اوکومارا چیزی که ازتون میخوام پلات بکنید پی آر رو، یادداشت کنید بچه ها، پی آر رو با فرکانس پی آر رو با فرکانس و فاصله و پی آر رو با تلفات، نه دیگه با تلفات هرچی پی آرمون بره، نه پی آر با تلفات رو نمیخوام، تلفات رو با فرکانس. اینا رو لطفاً انجام بدیم. پس شد توان دریافتی با فرکانس، توان دریافتی با فاصله و تلفات با فرکانس و تلفات با فاصله. این چهارتا رو پلات کنه. یه ابتکاری به خرج بدین که چهارتاییش رو توی یک دونه نمودار خرج رسم کنه. یه ذره کار سختیه ها. بذارید یه ذره فکر کنم. ببینید اگر بخواد اون رو انجام بدین. آره، چهار تا حلقه فول باید توی یه دونه بزنید. یه ذره کار سختیه ولی شدنیه. اگر نتونستین تو چهار تا کد جدا اشکال نداره. اگر تونستین تو یه دونه که تو یه دونه، اگر نتونستین تو چهار تا کد جدا اشکال نداره. فقط ببینید دیگه اون ابتکارهای اولیش رو بزنید. مثلا ازتون بپرسه، از کاربر بپرسه که توان رو داری به وات میدی، به دیوی میدی. اگه به وات داد دیگه مجبور نشه خودش به دستی تبدیل به دیوی کنه. دیدین الان اینجا رو نگاه کنید. الان اینجا کد مدره که نگاه بکنی، توان رو به چی داده؟ توان رو به اینو، نه حالا آره اینو، ببینید الان مثلا توان رو به چی داده؟ توان ازش میپرسه، میگه داری توان رو به چی میدی؟ به دیوی میدی یا به وات میدی؟ بعد میاد میگه توان رو به چی میدم و میاد استفاده میکنه. یه چیز دیگه که ما تو مطلب داریم و شاید بد نباشه که از اون هم استفاده بکنید، تابع هست. تابع، ببینید شما یه وقتایی، الان ببینید من تو این کد چون میخواستم بذار سرعت کدم بالاتر باشه، تابعی به کار نبردم. خب الان اینجا رو نگاه کنید، اینجا رو میبینید یه بخش تکراری دارم تو کدم، میبینید یه سری بخش های تکراری دارم تو کد. میتونید تمام این بخش های تکراری تو کد رو برید توی یک دونه ام فایل بنویسید و این و اسمش رو تابع بذارید. مثلا بذاریم آقا تابع اوکومارا. اگر طرف اومد گفت من میخوام روش اوکومارا حساب بکنم، میره خودش تابع فانکشن اوکومارا رو ران میکنه، میخونه و ران میکنه. اگر اومد گفت میخوام تابع مثلا هاتا رو بزنم، میره خودش تابع هاتا رو میخونه. اینا کارهایی که میتونید واسه تمیز کردن کدتون استفاده بکنید. اگر که حالا میگم اجباری نیست، سعی کنید که همینایی که من امروز گفتم رو حتما پیاده سازی کنید. با توجه به شماره دانشجوییتون یه کد اوکومارا بزنید توش و نتایج رو برای من این 4 تا چیزی که ازتون خواستم ارسال بکنید. هفته آینده میشه چندم؟ کلاسامون تا چندمه بچه‌ها؟ کلاسامون تا چندمه؟ سه شنبه چه کلاسی داریم؟ اگر باشه کلاس کارگاه داریم. سه شنبه حالا تعطیله، نمیدونم باید برگزار کنیم یا نه. پارسال که گفتن تعطیلی برگزار نکنید. امسال اگر باشه باشه. مگه سه شنبه تعطیل نیست؟ همین دیگه. باشه سه شنبه تعطیل احیای فکرم 23 اگر تعطیل باشه که هیچی. اگر تعطیل نباشه کارگاه. به من بگین که آخرین کلاسمون کیه؟ امتحانمون کیه؟ بچه ما امتحانمون کیه؟
امروز چندمه؟ آها، ما امروز کلاس وایرلس رو تشکیل دادیم، درسته؟ خب گفتم چرا تاریخ ها نمیخونه؟ امروز باید 2 می باشه، درسته؟ بله. تا 12 خرداد امتحانمونه. کلاس رو پس ما میتونیم تا یه هفته قبلش انجام بدیم. شما بگین که ما این هفته رو داریم، این هفته که سه‌شنبهمون پرید، حالا اگه بشه صحبت کنیم، مثلا هماهنگ کنیم یه سه‌شنبه برگزار بکنیم یه کارگاهی. من کلا 1 یا 2 جلسه دیگه واسه تئوری میخوام و دیگه فقط حل تمرینش میمونه، بقیه رو فقط کارگاه تشکیل میدیم. تا امروز بگین ما امروز 12 اردیبهشته، هفته دیگه میشه 19 اردیبهشت. دو جلسه هم کارگاه داریم. چاری خوبه، داریم، اشکال نداره. خیلی خوب، هفته آینده یک شنبه هم ما احتمالاً کارگاه تشکیل بدم، قبل از جلسه بهتون میگم. سوالی نداریم بچه ها؟ فقط خانوم هیدریان و خانوم دشتی غایبند که البته احتمالاً اینا کارگاه ندارن. بله درسته، این دوتا کارگاه ندارن. حاضریشون رو بزنیم. دیگه کیه؟ استاد کلاس کارگاه چند جلسه تشکیل شده؟ 4 جلسه یا 5 جلسه؟ 4 یا 5 این بچه ها؟ استاد پس من چرا 7 تا غیبت دارم؟ شما چی اسمتون؟ حسینی. خانم حسین، اشکال نداره، اون غیبت ها درست میشه. شما فقط کارگاه دارین دیگاره؟ نه، کلا 4 جلسه تشکیل شد. 4 یا 5 جلسه نمیدونم. امروز جلسه 4. خیلی خوب. کلا 4 جلسه تشکیل شد. مشکل نداره. خب استاد من 3 جلسه شو بودم. خب همه رو بودین، نگران نباشین. کارگاهمون چون کلاس وایرلس رو تشکیل میدادیم احتمالاً براتون غیبت خورده. نگران نباشین. درست میکنم براتون. خانم یوسفیان چرا غیبت من دوتاست دیگه؟ شما هر سری واسه تو برای یک شنبه بعد بنویسید. چی؟ چی رو برای یک شنبه بنویسید؟ یه چیزی گفتین من صداتون قطع شد. خب دیگه بقیه هستن دیگه، فکر کنم امروز همه بودن. امروز بله همه بودن. خیلی خب الان گفتیم بنویسیم فرکانس با تلفات با فاصله، اینا رو که الان گفتیم بنویسیم رو برای یک شنبه بعد بنویسیم. بله دیگه، برای یک شنبه آماده باشین. برای یک شنبه ازتون میپرسم، هاتارم اون روز بهتون میگم. جاشم باز میکنم که بفرست. البته من جاشو باز نمیکنم، برای اینکه میخوام هاتا و اوکومارا رو به صورت یک تک پروژه براتون باز کنم. اجازه بدین هاتارم بهتون بگم، اون موقع پروژه کلی واسه دوتایشون بهتون میگم. فقط واسه هفته آینده آمادگی این رو داشته باشین، کدهاشو نوشته باشین. من نمیخواد ارسال بکنیم، من همینجوری مثل همین امروز آنلاین میشیم، شما سفر رو شیر میکنید، ران میکنید و خروجیاتون رو من نگاه میکنم. ولی اون تکلیفی که واسه رادیو موبایل گذاشتم اونو بعد ارسال کنیم. بله چی بود؟ پس الان دیگه قطعی باشه که یک شنبه کارگاه و سه شنبه خود
درس تئوری. نه قطعیش نکنیم، برای اینکه یک شنبه ها ما وایرلس داریم یا سه شنبه ها کارگاه داریم، درسته؟ آره بله، یک شنبه کاربار تشکیل میدیم، یک شنبه کارگاه. دوستان یه چیز دیگه، من جلسه گذاشته آخر کلاس یه نیم نمره گرفته بودم، شما گفتین که نتونستم یادآوری کنم بهم. نیم نمره؟ نیم نمره واسه چی گرفته بودی؟ من تو عمرم نیم نمره ندادم به کسی. بذاریم ببینم چی گفته بودی؟ استاد راجبه بازار که سوال کردین. راجبه چی؟ اون تغییر فازا که وقتی سیگنال ها میرسن به مقصد چه اتفاقی واسه شون میفته؟ خب یه مثبت گرفته بودی یا نیم نمره گرفته بودی؟ نمید استاد گفتی نیم نمره، ولی من نتونستم صدامو وقت کنم، دلیلشو توضیح بدم اگه یادتون باشه. بکنم یه مثبت گرفته بودی، مثبت گرفتی، مثبتتون الان میدم. دو تا هم فکر کنم جواب ده، تا اونجا که یادمه دو تا مثبت الان بهتون دادم، درست؟ ممنونم. آه خانوم تشرفی میگن من یادآوری کردم گذاشتن. خب پس گذاشته بودم براتون. آخر کلاس راست میگن، فکر کنم خانوم تشرفی یادآوری کردن گذاشتی. خب آها نمیدونم، من نشنیدم. خب بچه ها دیگه سوالی ندارین؟ اگر سوالی ندارین جواب. استاد ببخشید، برای تئوری مثلا اینکه قرار بود سه تا تمرین بدید شنبه برگزار نشد، آره، کلاس آره، حل تمرین ها جاشو باز میکنم. سه تا تمرین دادن بهتون، ندادم اون تمرین های RMS مثلا اینکه بهشون گفته بودین تا سه شنبه وقت داریم، ولی هیچی توی مدل نیست. اون تمرین هایی که واسه RMS بهتون گفتم حلش کنید، اونا رو آپلود کنید. خب جا میذارم اون دو تا یا سه تا بود، اون یکی یا دو تا بود، اونا رو آپلود بکنید. بعد تمرین های بعدی رو اتفاقا عکسش رو گرفتم براشون میفرستم، ایشون سر کلاس براتون حل میکنن. یه مثال بیشتر نیست که خودمون بخوایم حل کنیم از فصل 5. مدام قرار شد اول سوالا رو بدیم خودمون یکم روش فکر کنیم، فقط سر کلاس خیلی وقت خانم مددی هم نگیریم. خانم ملکوتی یه بار دیگه بگین، من متوجه نشدم، بگین چی گفتین الان؟ اینا که قرار شد توی مدل برش جا باز کنیم، یه دونه مثال سه فصل پنج. آره آره همونه، همونو میذارم. شما تمرین قرار شد نمونه سوال آن باشه، نمونه سوالم براتون میفرستم. بچه ها من لپتاپم داره خاموش میشه، ایشالا تا یک شنبه هفته دیگه بقیه صحبت رو تو کانال انجام میدیم. قرار شد نمونه سوال بدیم، ما خودمون روش فکر کنیم. باشه من نمونه سوال رو براتون میفرستم به صورت عکس دیگه، براتون میفرستم توی کانال. سوالی نداریم بچه ها؟ سلامت باشین، خدا نگهدار همتون. اگر که سوال داره من در خدمت. خواهش میکنم، خداحافظ.